عادت های بد یک رسوایی به بار میاره برای انسان ما از امام حسن مشتبه علیه السلام است که میفرماید عادت ها مغلوب کننده عادت های بد منظوره ام. یعنی شکست میدن مغلوب کننده یعنی شکست دهنده باعث شکست انسان میشه خب پس هر کس در نهان و خلوت خود به چیزی عادت کند آن چیز بداند روزی در آشکارا و بین مردم و جمع او رو رسوا میکنه ایت نباشه بگیم ما آدم دروغگویی هستم بله. خب مثلا خدا اینه کرده که بعضی هستن کسایی که مبتلا به دروغگویی هستن بله. میگه اگه من الان دروغگو هستم خب چی لطمی به بقیه میزنه دیگه من کار خود خود را میندازم خب پس به بقیه هم هیچ کاری ندارم بله. و دروغ خواهم میگم کار من را میفته ولی بله این میدونیم یک بار دروغ گفت دو بار دروغ گفت سوم رسوا میشه و او احترام و جایگاهی که دست مردم داره از بین میره ام. و حتی باعث شکست رو در زندگی ام. هم خواهد شد چون مراه... همونطور که شما فرمودین در تمام مراحل زندگی بله. وقتی دید جامعه به این فرد باشه دیگه اعتماد نمیکنن کارا خوبی بسپرن بله مال خوبی بسپرن پول خوبی بسپرن پس باعث میشه کم اعتمادی از نایه جامعه بیاد و دچار شکست بشه یکی از عادت پیامدهای های دیگه که عادت های بد در زندگی ما داره صدمات به جسم انسان میزنه درست به جسم انسان به جسم انسان باعث میشه جسم انسان رو زلر ببینه مثل مثال میزنه مثل همین سیگار کشیدن آه. خب چقدر پیامت های بدی ممکنه م. داشته باشه یا مثلا پرخوری مثلا بله. این چیزهایی است که سلامتی انسان رو درستان. تحت تاثیر ناخون جویدن مثلا اصلا ناخون جویدن خیلی مثلا کسی که استرس داره ام. یا دچار دیگه است مثلا ناخن ها خون و لذت هم میبره جالب اینجا کسانی که مثلا حتی این کار رو نکنن فکر میکنن این اینا چیزی رو گم کردن امه. خب بعدی باعث صدمات روحی میشه پیامت های عادت بد روحی امه. و روانی ممکنه به روح انسان به افکار انسان به روان انسان آسیب بزنه بس. و این صدمات حتی از صدمات جسمی جبران ناپذیر بله جبران خیلی صد در مثلا مادر مثل میتونه کسانی که به دوچار وسواس مدام این میشورن اون میشورن آخرم خیال میکنن همه چیز نجس است آخر آه. خب این وسواس از او یک تو یک جای میتونه پیش بره بعدا اون ناتوان میکنه مثلا مم. حتی بعض وقتا به جای میرسه که میگه دیگه من اصلا نمیتونم پیش برم این م... مثلا پاکیزگی مثلا مد نظر اسلام از حتی خدا کرده مثلا مسائل اسلامی رو هم تحت سوال قرار میده برم. نمیگه که این وسواس من عدید وسواس خود خور متاسفانه نمیبینه و یا انسانی که همیشه غم و اندوه داره به بخ... قول معروف به او قسمت نیمه لیوان خالی نگاه میکنه هیچ وقت به نیمه لیوان پر نگاه نمیکنه این چقدر صدمات رویی به خود میزنه چقدر مرو... مشکلات روانی پریشونی های به خود بله بله. ایجاد میکنه این هم از همون عادت بد هست که انشالله ما اینها رو در جلسه قبل بعد میگیم که اینها باید برطرف شه وگرنه آسیب از او به زندگی انسان هم بله. زیاد هست امه. خب یکی دیگه از عادت رو که میتونیم بگیم همیشه ارزش ها رو در ارزش میبینه ارزش ها را زد ارزش میبینه اصلا. خب این یعنی چی یعنی هر وقت مایه ما بره او کار خوب را انجام ده برای از سخته برای از این اصلا اجرا کردن از او در توان از او یا یا برای از او خیلی اجرا از او سخته چون همیشه او که کار بد به نظر از خوب جلوه کرده از او لذت برده درست. ما اینو میتونیم یک مثال بگیم میگیم عادت های بد مثل رخت خواب گرم و نرمیه وقتی که آدم انسان روی رخت خواب گرم و نب خوابیده در راحتی و آسایشه وقتی که میخواد بلند شه چقدر بری از او سخته بله. خب عادت های بد هم همیتر میشه فکر میکنه که من در نهایت رفا و آسایش هستم اگه عادت ها از بین ببرم باعث میشه که سختی به من ایجاد شه در صورتی که برعکس هم به روان از او خوب است هم به سلامتی جسمی از او خوب است هم در اجتماع خوب جلوه میکنه البته خانم سنزاده یک چیزی رو بگویم که ترک عادت های بد و رفتن به سمت عادت های خوب و مثبت کمک که سخت هم مست حالا خود رو قبول داریم خود ما خدا یعنی حالا بیننده های خوب ما هم هستن حالا اینا نمیگم که مثلا بیننده های ما کمک که به هر حال ترس امید داشته شد. باشن و ناامید شون از این موضوع ولی خب یک کمه سخت هستی که مثلا ما یک عادت هایی داریم که همیشه او کارا رو انجام دادیم پیش بردیم و میگه گفتی که شما گفتیم مثلا آرام یعنی وجود ما در آرامش بوده به خاطر همو عادت هایی که داریم این حال ما میخواییم بوده تغییر بتیم خب سخت است یک ذره که ما چه باید بکنیم بسیار وقتا مثلا شاید یک فشارهای سر ما بیاید شاید حتی بسیار وقتا مثلا باعث استراب و استرس شده برای ما ولی نتیجه خوبه داره احسن.